بسم الله الرحمن الرحیم. در درس گذشته ما راجع به نتایج جستجوی ما بحث کردیم که چگونه میتونستیم یک جستجوی خوبتر و بهتر ارائه کنیم. حال امروز به خیر بحث میکنیم بالا ازی که چگونه ما میتونیم که نتایج جستجوی خود از ذخیره کنیم و بعدا از اونا بتونیم استفاده کنیم. خب در آغاز یک سرچ میکنیم افغانستان. خب معلومات سرچ میکنیم راجع به افغانستان. بعضی از قسمت معلومات راجع به در ویکی‌پدیا میره، معلومات راجع به افغانستان است. خب چگونه ما میتونیم که معلومات خود یا نتایج جستجوی خود چیزی را که جستجو کردیم ذخیره بسازیم؟ به خاطر ذخیره ساختن نتایج جستجو از کنترل فشار میتیم و اس همراهش باز یک ای پنجره باز میشه. در این قسمت ما انتخاب میکنیم که در کجا ذخیره شود. در روی صفحه دسکتاپ وقتی که ما سیو میکنم مکمل دیتای ما می سیو پیج ما در می صفحه دسکتاپ ذخیره میشه. افغانستان ویکی‌پدیا. حالا اگر بعدا ما اینترنت نداشته باشم، اگر ما بعدا اینترنت نداشته باشم، من لاین اینترنت هم میکشم. حالا به خاطر از اینکه وقتی که میرم در ویکی‌پدیا سرچ میکنم دوباره میرم به ویکی‌پدیا کلیک میکنم. خب حالا وقتی که ما میرم دوباره اینترنت دیسکونکت کردم، وقتی که میرم به ویکی‌پدیا کلیک میکنم باز نمیشه. بعد اگر سایت کلیک میکنم باز نمیشه و یا اگر ریفرش کنم سایت مکمل چی میشه؟ مکمل میگه you are not connected to a network، یعنی به نتورک وصل نیستی. لیکن سایت را که من سیف کرده بودم معلومات راجع به افغانستان، وقتی که بالاش کلیک میکنم اینترنت اکسپلورر براوزر انتخاب میکنم، مکمل معلومات و اون قسمی که سیف شده بود در اینجا ذخیره شده و وجود داره. یعنی حالا اگه خواسته باشم از هر قسمتی معلومات ما میتونم استفاده کنم و یا در یک قسمت دیگه یک دکومنت اگه داشته باشم میتونم استفاده کنم. دکومنت ما یا دیتای ما سایت ما با همون لینک هایی که داشت ذخیره شده، تمامشان لینک داره. اگه بعدا ما فعلا با یک لینک کلیک میکنم، به یک لینک وقتی که در قسمت کلیک میکنم میره میگه you are not connected. لیکن وقتی که ما دوباره به اینترنت وصل میشم، دوباره اینترنت را به کامپیوتر خود وصل میکنم، خب وقتی که دوباره به اینترنت وصل شدیم زمان میگیره که وصل شد. خب آل دوباره وصل شدیم. آل اگه اون صفحه برم پس دوباره از لینک های از اون استفاده کرده میتونم، چون که در صفحه ما با تمام لینک هاش ذخیره شد. ببینید من میتونم از این قسمت مثلا یک لینک انتخاب کنم با کلیک کردن بالا از این. ما را میبره به صفحه که در اونجا لینک داشت. و کار دیگه که ما میکنیم ذخیره کردن نتایج جستجو. فرضاً من راجع به افغانستان سرچ کردم مکمل، میخوایم مکمل سایت ما با یعنی همین نتایج جستجوی ما جایی را که جستجو کردیم این داخل سایت نمیشم، مکمل تمامش باید سیف کنم. باز میتونم به این شکل به گوگل میرم، اینجا نوشته میکنم افغانستان. وقتی که راجع به افغانستان جستجو کردیم نتایج مشخص شد، همین میخوایم خود صفحه نتایج باید ذخیره شود. باز هم به شکل کنترل اس، وقتی کنترل اس گفتم انتخاب میکنم که در کجا باید ذخیره شود. نام فایل ما چی باشه؟ نام فایل افغانستان nfg.google search. نام فایل میگم به این شکل باشه، ایره سیف کن مثل سپیشتر تمام معلومات ذخیره میشه. بعد از او خواسته باشیم در اینجا به نام AFG گوگل سرچ، اینه به نام AFG گوگل سرچ در اینجا ذخیره شده. وقتی کلیک میکنیم فقط انتخاب براوزر، ما میگم در اینترنت اکسپلورر بازش کن، اوکی. همین نتایج جستجوی ما دوباره پس در این قسمت نمایش داده میشه یا از دیتایی که ذخیره کردیم میتونیم استفاده کنیم. و آپشن بعدی که داریم ذخیره کردن متن است. ما چگونه میتونیم فعلا وقتی که ما سیو میگم تمام
تمام عکس ها، تمام فایل های ما به می شکل که است ذخیره میشه. ما حالا چی میخوایم؟ میخوایم فقط متن که اینجا موجود است، نمی روی صفحه ما هر چقدر متن موجود است تمام شه کپی بیرم. اگر خواسته باشم میتونم بر علاوه سیف میتونم در یک فرمت دیگه اینا را مثلا در فایل ورد تمامش را سیف کنم. سایت انتخاب میکنم و کنترل سی کپی میگیرم، میرم در رن نوشته میکنم وین ورد، صفحه ورد که باز شد یک صفحه خالی و کنترل وی، مکمل همه محتویات مکمل همه سایت کپی گرفتم در صفحه ورد پیستش میکنم. کمه وقت میگیره چون که تمام عکس ها و لینک ها هر چیزی که بود همیشه کپی میگیره. میگه این کپی که خودت میکنی بسیار استایل ها را نیاز داره، میخوای من حیث نرمال کپی شم؟ میگم نه، باید با همون استایل هایی که بود کپی شه. حال با همون شکل که بود با همون استایل هایی که داشت با ما مکمل صفحه کپی شد، هر رقم که بود مکمل صفحه را کلش کپی کرد همراه با لینک هایش. وقتی که من اینجا میرم کنترل فشار میتونم اینجا در حقیقت یک لینک است. ببینین من یکی از اینا رو انتخاب میکنم، اینه کنترل فشار میتونم کلک میکنم، مرا باید مستقیم ببره به ویکیپیدیا و معلومات راجع به افغانستان در اونجا بر من نمایش بده. با تمام لینک هایش کپی شد هر چیزی را که کپی گرفته بودیم. خب مرا برد و جایی که کپی باید کنم. خب کویت نگم که آپرا میمیره. حال ما میخواییم که نه خیر به این شکل کپی نشه، هم وقت ما میگیره اما به این شکل نیاز ندارم، فقط میخواییم متن همی صفحه کپی شه، تصاویرش هم کپی نشه، لینک هایش هم کپی نشه، فرمت هایش هم کپی نشه. فقط وقتی که من کپی گرفتم میرم در صفحه ورد و بخش پیست. از بخش پیست ما دو رقم، یکی میتونیم از قسمت پیست کنیم کیپ تکست اونلی، فقط تکستش میگیره کپی میکنه دیگه، هیچ نه کدام فرمت نه کدام لینک هیچ چیز کپی نمیکنه. و یا آپشن دیگه ما میتونیم بریم در بخش پیست اسپیشال و بخش پیست از این قسمت ان فرمت تکست، یعنی فقط تکست بگی، فرمتش فرمتش هم نگی و همچنان تصاویر لینک هرچی که داشت رو نگی. حالا فقط از امو دیتای مو از امو صفحه مو تکست ما را گرفته و تکست به مو شکل که بود فرمتش از بین برده و همچنان به علاوه یک فرمت از بین برده لینک ها را هم از بین برده. حالا ببینیم که ویکیپیدیا افغانستان رو پیدا کنیم در قسمت نین پایین این افغانستان ویکیپیدیا در این قسمت ها که لینک هم بود. حالا کنترول افشار میتونم فقط چی میکنه؟ انتخابش میکنه. کنترول افشار میتونم انتخاب میکنه چون که فعلا لینک دیگه موجود نیست، تکس ما را فقط بدون فرمتش کپی گرفتیم. و وقتی که در این حالت ما کپی میگیرم، وقتی که به این شکل کپی میگیرم پیست، میبینیم متن هایی که ما نیاز نداریم یا متن هایی را که نمیخوایم هم کپی شده. فرض مثال شروع accessibility links sign in، اینا که مربوط به خود گوگل میشن اینا هم کپی شده، لیکن اینا را ما نمیخوایم، مجبوری یار دانه دانه پاک بسازیم کلشه. اگر خواسته باشیم که فقط یک قسمت از متن که ما نیاز داریم کپی شه یا ذخیره بسازیم، فقط مثلا میخوایم از بخش ویکیپیدیا فقط یک قسمتش انتخاب میکنم. اگه خواسته باشیم که یک قسمت از متن کپی گیریم انتخاب میکنم حتی هر قسمتی که بود و بعد از اون کنترل سی کپی میام در صفحه ورد از این قسمت ان فرمتت ایره دوباره پیست میکنم و یا میتونم که دوباره به شکل قبلیش به این شکل به شکل که بود با اون فرمتی که در ویکیپیدیا موجود است به اون شکل هم میتونم که پیست کنم یک قسمت از متن که ما نیاز داریم. خب بعد از این ما اگر خواسته باشیم فرض مثال امی صفحه را به شکل یک صفحه پی دی اف ذخیره بسازیم، یعنی مثلا امی صفحه که ما فعلا است یکی چه رقم میتونستیم را کلش ذخیره کنیم هم کار کردیم و یکی چه قسم کپی گرفته میتونستیم چه قسم یک قسمت از متن ما میتونستیم ذخیره بسازیم را هم کار کردیم. لیکن اگر خواسته باشیم امی متن امی صفحه را با این فرمتی که داره با تمام جزئیاتش به صورت پی دی اف سیو بسازیم، باز میریم کنترل پی یعنی بخش پرنت. وقتی که در پرنت آپشنز رفتیم
مایکروسافت پرینت تو پی دی اف. بالا ازی پرینت نکنیم، کلک مایکروسافت پرینت تو پی دی اف. این پنجره باز میشه. در این پنجره ما انتخاب میکنیم که در کجا باید ذخیره شود. ما میگم که در روی صفحه دسکتاپ ما ذخیره شود و به نام چی؟ به نام افغانستان داش ویکی. اوکی، به این شکل باید چی شود؟ ذخیره شود. حالا من هست به نام افغانستان دات ویکی یک صفحه باز شد، ما کلک میکنیم بالا از این همون صفحه ویکیپیدیا به صورت پی دی اف ذخیره شده یا به صورت پی دی اف و ما سیف شد که هر صفحه را خواسته باشیم میتونیم به این شکل به شکل پی دی اف در بیاریم و بعد از اون خواسته باشیم از دیتا استفاده کنیم، از دیتای ما در بعدا استفاده کنیم. خب و وقتی که به شکل پی دی اف شد باز دیگه لینک ها و ایناش کار نمیکنم. و ای که چگونه ما میتونیم که سایت با تمام محتویاتش، یک سایت داریم با تمام محتویات کسی را ذخیره کنیم یا سیف بسازیم. یکی خوب گفتیم که کنترل اس ما میتونستیم که ای را ذخیره بسازیم یا سیف بسازیم با تمام محتویات، لینک ها، عکس ها، تصاویر، هر چیزی که داشت. و یکی دیگه ما میتونیم سافتویر های هم به این منظور وجود داره که میتونه سایت با تمام محتویاتش دانلود کنه و یا ذخیره بسازه، که یکی از این سافتویر ها سافتویر HD Tracks است که توسط از اون ما میتونیم که یک سایت یا یک بخش یک صفحه را مکمل دانلود کنیم. و بخش دیگه کار دیگه که ما میکنیم دانلود عکس است. به خاطر دانلود کردن عکس خو یکی ما میریم به این شکل مستقیم در بخش ایمیج یا هر جایی که بود بالای ایمیج کلیک میکنیم. وقتی که ایمیج باز شد هاپ طبیعت افغانستان باز شد، کلیک میکنیم وقتی که باز شد بازو انترنت. خب حالا میتونیم منتظر میشنیم که یک بار لود شد. وقتی لود شد رایت کلک از این قسمت ما میتونیم بخش سیف پیکچر از انتخاب میکنیم که در کدام قسمت ذخیره شد. ما میگم در دسکتاپ ذخیره شد به نام افغانستان و بعد از او فرمتش هم از این قسمت انتخاب میکنم، فایل تایپ فرمتش هم انتخاب میکنم، سیف میگم. حالا اکثر تصویر به نام افغانستان در صفحه دسکتاپ ما ذخیره شد و به این شکل اگر خواسته و همچنان سافتویر هایی هست که میتونه ما رو در دانلود کردن عکس ها کمک کنه، مثلا سافتویر گالری فایل که یک اکستنشن از گوگل کروم اضافه میشه و توسط از ما میتونیم که عکس ها رو از صفحه از یک صفحه اینترنتی دانلود کنیم. همچنان میتونیم که صدا و ویدیو را دانلود کنیم توسط دانلود منیجر ها و همچنان اگر دانلود منیجر نداشتیم ما میتونیم که ویدیو و صدا را توسط سافتویر های مثلا ویدیو را توسط 4K ویدیو دانلودر و همچنان صدا را توسط کروم ادیو کپچر و همچنان توسط ساوند کلاود که سافتویر هایی هستند که به خاطر همین منظور استفاده میشه ما میتونیم که دانلود کنیم و میتونیم که توسط اینترنت دانلود منیجر میتونیم یک از این قسمت اینترنت دانلود منیجر را دانلود کنیم و بعد از اون میتونیم توسط اینترنت دانلود منیجر ویدیوها را و ادیوها را میتونیم که دانلود بکنیم از اینترنت. و بخش بعدی که ما درس ما است فرم های اینترنتی است. فرم های اینترنتی به چی منظور استفاده میشن؟ فرضاً ما در یک جای درخواست وظیفه میتیم، بعضی ها سیوی میخوان، بعضی ها خودشان فرم میداشته باشن که ما باید فرم خانه پوری کنیم و یا هم ما یک موضوع را به اشتراک میگذاریم، از بعضی دوستای ما میخواهیم که در اونجا نظر خود اضافه کنه یا هر کسی که خواسته باشه. به این خاطر ما از فرم های اینترنتی استفاده میکنیم. فرم های اینترنتی به منظور همی استفاده میشه که ما بتونیم نظریات خدا به یک جای اضافه کنیم، راجع به یک موضوع نظر بدیم و یا هم بتونیم که در یک جای اپلای کنیم یا به خاطر وظیفه یا کاربردهای مختلف خدا داره. فرض مثال وبسایت اداره ملی احصای و معلومات که است همین شکل است. یعنی اگه شما خواسته باشین که فرم های
اگر شما خواسته باشین که یک فرم ذخیره بسازین، در یک فرم خانه پوری کنین در اداره ملی احصای عموم معلومات، شما به این شکل یک فرم پیش میشه بر شما پیش میشه. ببینین اینه، به این شکل این فرم باز میشه، شما معلومات تان در این فرم اضافه میکنین. در این قسمت معلومات خصوصی فرم اضافه میشه. وقتی که فرم باز شد، شما تمام معلومات تان در این قسمت ذخیره میکنین و بعد از او سابمیت. اینترنت ضعیف داشت. اینه، به این شکل ما میتونیم در یک فرم اینترنتی معلومات خود اضافه کنیم و بعد از اینکه معلومات خود اضافه کردیم، در قسمت آخر تمام معلومات ثبت و مرحله بعد در قسمت آخر سابمیت، یعنی معلومات ما به مرجعی که فرم ساخته میره. خب درس امروزی ما هم در همین قسمت به پایان میرسد. تا روز بعدی، وقتتان خوش، خدا نگهدار.